سریال بازنده رو ببینیم یا نه؟ سریال بازنده کاری رو با ما میکنه که باید همه قسمت‌های اول با مخاطب انجام بدن. یکی از اولین هاییست که داره یک همچین فضا، ایدئالگرایی و تمی رو وارد سینما سریال ایران میکنه. میبینید اگر یک سریالی خوبه، من باهاش نه دشمنی دارم نه خصومت شخصی دارم. سریال بازنده نسبت به اسمی که داره بازنده نیست. کارگردانش یک کارگردان جوانیه که خوش سلیقه است، احترام قائل برای مخاطب. کلمی شروع کنم، اسم کلمی آخریش. سریال بازنده قصد داره که با تصویر حرف بزنه و خب این خیلی نکته مهمیه. واقعا سطح کیفیت کار در سطح فیلم و سریال های خارجیه. فضاسازی سریال خیلی به نظر من جذابه. ریتم بسیار خوبیه. انگار خطکش دست نویسنده بوده و همه چیز رو اندازه گیری کرده و هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته. کم پیدا میشه کارگردانی که اساسا کامپوزیشن بلد باشه، قاب بندی بلد باشه. نمونه هاش رو به صورت مثبت توی این سریال میتونیم ببینیم. کاملا یعنی ما با یک فیلمسازی روبرو بودیم که ارزش قائل شده برای کارش. این دقت برای انتخاب نوع کاغذدیواری ها، این معماری، نورپردازی که اتفاق افتاده، کماکان داره نظر فنی به ما کیفیت نشون میده. کارگردان توجه میکنه به جزئیات. یکی از المان های ژانر نوار بارونه و سریال بازنده ژانر محوره.